هماهنگ کننده مقابله با تروریسم در اتحادیه اروپا گفته پس از شکست فیزیکی داعش در عراق و سوریه عناصر این گروه تروریستی به سمت افغانستان و شمال آفریقا حرکت می‌کنند. به گزارش شیه ویوز، ژیل لوکرشوف، هماهنگ کننده مقابله با تروریسم در اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرگزاری بلژیکی افزود، پایان فیزیکی داعش در عراق و سوریه مشکل را حل نمی‌کند. بسیاری از شبه نظامیان خارجی همچنان آنجا هستند و تعدادی نیز به نواحی دیگری از درگیری از جمله افغانستان، صحرای سینا، شمال آفریقا و منطقه ساحل حرکت کردند. این مقام اتحادیه اروپا این گونه نتیجه گیری کرد که آفریقا احتمالاً هدف بعدی این تروریست‌ها خواهد بود. ماه آوریل، الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه هم گفت برخی از اعضای داعش پس از شکست در سوریه خودشان را به جنوب آفریقا رساندند. بیانیه‌های مشابهی هم از سوی سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه منتشر شد. به گفته او، عناصر تروریستی پس از شکست در عراق و سوریه در حال حرکت به سمت آسیای میانه و جنوب شرق آسیا هستند. به تازگی نیز برای اولین بار داعش در کشمیر هندوستان اعلام خلافت نموده است. هرچند کشورهای مداخله کننده در امور کشمیر که به دنبال استفاده از گروه‌های تروریستی به عنوان اهرم‌های سیاسی در منطقه هستند، این خبر را شایع می‌دانند.